هوش مصنوعی، طلوع خورشیدی در تاریکی ناشناخته ها. در اعماق ذهن بشر همواره میل به خلق موجودی شبیه به خود، موجودی هوشمند و توانمند وجود داشته و این میل دیرینه سرانجام در عصر حاضر با ظهور هوش مصنوعی به ثمر نشسته است. هوش مصنوعی شاخه‌ای از علوم رایانه به خلق سیستم‌هایی می‌پردازد که قادر به تفکر، یادگیری و انجام وظایف به شیوه‌ای مشابه انسان هستند. داستان هوش مصنوعی داستانی پرفراز و نشیب است که از دوران باستان آغاز می‌شود. در آن زمان فیلسوفان یونان باستان به امکان خلق ماشین‌های هوشمند می‌اندیشیدند و در قرون وسطا نیز دانشمندان به دنبال خلق موجودات مصنوعی بودند که بتوانند به انسان در انجام وظایف مختلف یاری برسانند. اما نقطه عطف تاریخ هوش مصنوعی در اواسط قرن بیستم رقم خورد. در سال 1950، زمانی که آلن تورینگ، ریاضیدان و دانشمند علوم کامپیوتر بریتانیایی با آزمون تورینگ معیاری برای سنجش هوش ماشین ها ارائه داد. آزمون تورینگ این گونه می گوید که اگر یک ماشین بتواند در یک مکالمه متنی انسان را متقاعد کند که می تواند مانند یک انسان عمل کند، آن ماشین از هوش کافی برخوردار است. جان مک‌کارتی نیز به نوعی پدر هوش مصنوعی به حساب می آید. او دانشمندی آمریکایی بود که در سال 1956 برای اولین بار اصطلاح هوش مصنوعی را مطرح و در کنفرانس دارتموس بیان کرد. هدف او طراحی ماشینی بود که بتواند مانند انسان تفکر کند. او اعتقاد داشت این پیشرفت علمی در عرض 5 یا حتی 5000 سال آینده به وقوع خواهد پیوست. از آن زمان تا کنون پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه هوش مصنوعی حاصل شده است. در دهه 1960 تحقیقات هوش مصنوعی بر روی نمادپردازی و استدلال متمرکز بود. در این دهه سیستم‌های هوش مصنوعی متعددی مانند الیزا و یونیمیت توسعه یافتند که قادر به انجام مکالمات ساده با انسان بودند. یونیمیت اولین ربات صنعتی بود که توسط جورج دیول ساخته شد. از آن برای ریخته‌گری و جوش دادن قطعات روی بدنه‌ها استفاده می‌کردند. این ربات کمی خطرناک بود و کارگران باید در زمان استفاده از آن احتیاط می‌کردند تا منجر به مسمومیت یا از دست دادن اندامشان نشود. پس از موفقیت یونیمیت و معرفی ربات‌های صنعتی مختلف، چندین کپی از آن ساخته شد. همزمان با این ربات‌های صنعتی، الیزا نیز متولد شد. مخترع آن جوزف ویزنبام در دهه 1960 آن را در آزمایشگاه هوش مصنوعی MIT اختراع کرد که یکی از مهمترین اختراعات هوش مصنوعی به حساب می‌آمد. الیزا اولین چتباتی بود که در حال حاضر همچنان از این ایده استفاده می کند. می توان گفت الیزا یک ربات روان درمانی بود که به سوالات انسان پاسخ می داد. به گونه ای که در آن زمان افراد احساس می کردند با کسی صحبت می کنند که مشکلات آنها را درک می کند. در دهه 1970 تحقیقات هوش مصنوعی به سمت شبکه‌های عصبی مصنوعی معطوف شدند. شبکه‌های عصبی مصنوعی سیستم‌هایی هستند که از مغز انسان الهام گرفتند و از تعدادی واحد پردازشی به نام نورون تشکیل شدند. نورون‌ها به یکدیگر متصل هستند و می‌توانند با دریافت ورودی سیگنال‌هایی را به نورون‌های دیگر ارسال کنند.
در دهه 1980 با ظهور رایانه‌های شخصی، هوش مصنوعی به دسترس عموم مردم رسید. در این دهه سیستم‌های هوش مصنوعی متعددی مانند بازی شطرنج دیپ بلو و سیستم تشخیص گفتار دراگون دیکتیت توسعه یافتند و در نهایت در دهه 1990 بود که با ظهور اینترنت هوش مصنوعی به دنیای وب راه یافت. در این دهه موتورهای جستجو مانند گوگل و یاهو از هوش مصنوعی برای رتبه بندی نتایج جستجو استفاده می کردند. پس از آن در دهه 2000 با افزایش قدرت رایانه ها تحقیقات هوش مصنوعی شتاب بیشتری گرفت. در این دهه الگوریتم های یادگیری ماشین مانند یادگیری عمیق توسعه یافتند که به هوش مصنوعی این امکان را میداد تا از داده ها یاد بگیرد و به طور خودکار بهبود یابد. در دهه 2010 هوش مصنوعی به بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره ما انسان ها تبدیل شد. از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی مانند تشخیص چهره، ترجمه زبان، اتومبیل‌های خودران و دستیاران مجازی مانند سیری و الکسا استفاده می‌شد. اجازه بدهید در مورد الکسا بیشتر بگوییم. الکسا در سال 2014 توسط آمازون توسعه یافت و بر روی ساعت‌های هوشمند، مانیتور خودرو و پلتفرم‌های مختلف دیگر در دسترس قرار گرفت. کافی بود نامش را صدا بزنید تا به شما پاسخ دهد. حالا به سراغ یکی از مهمترین شرکت‌ها در رابطه با هوش مصنوعی می‌رویم. تسلا. نامی که با نوآوری و پیشرفت در صنعت خودروسازی عجین شده است و در دنیای هوش مصنوعی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این شرکت آمریکایی که توسط ایلان ماسک بنیانگذاری شده، از هوش مصنوعی به عنوان قلب تپنده خودروهای خود استفاده می‌کند و مسیری را برای آینده حمل و نقل ترسیم کرده که در آن رانندگی خودکار نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. داستان هوش مصنوعی در تسلا به سال 2014 باز می‌گردد. زمانی که این شرکت کمپانی دیپ مایند را که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می کرد خریداری کرد. این خرید سرآغازی برای سرمایه گذاری های گسترده تسلا در زمینه هوش مصنوعی بود. هدف ایلان ماسک از این سرمایه گذاری ها روشن بود: ساخت خودروهایی که بتوانند به طور کامل خودران باشند. در سال 2015 تسلا از نخستین سیستم رانندگی خودکار خود به نام اتوپایلوت رونمایی کرد. این سیستم از مجموعه ای از دوربین ها، رادار ها و حسگرها برای درک محیط اطراف خودرو و تصمیم گیری در مورد نحوه رانندگی استفاده می کرد. اتوپایلوت در ابتدا به عنوان یک سیستم کمکی راننده معرفی شد، اما به مرور زمان و با بروزرسانی‌های نرم‌افزاری قابلیت‌های آن افزایش یافت و به سمت رانندگی خودکار کامل حرکت کرد. یکی دیگر از دستاوردهای تسلا در زمینه هوش مصنوعی سیستم سامن بود که در سال 2016 معرفی شد. این سیستم به رانندگان اجازه می‌داد تا با استفاده از تلفن هوشمند خود خودرو را از راه دور کنترل کنند. سامن از هوش مصنوعی برای نقشه برداری از محیط اطراف خودرو و هدایت آن به سمت راننده استفاده می‌کرد. تسلا در طول سالهای گذشته به طور پیوسته در حال توسعه و ارتقای سیستم‌های هوش مصنوعی خود بوده است. در سال 2019 این شرکت از سیستم FSD رونمایی کرد که به عنوان گامی بزرگ در جهت رانندگی خودکار کامل تلقی می شد. FSD یا Full Self Driving از قابلیت‌های پیشرفته‌ای مانند تشخیص اشیاء و عابران پیاده، تغییر لاین خودکار و رانندگی در ترافیک برخوردار بود.
علاوه بر این، تسلا در سال 2021 از دوجو که یک ابررایانه اختصاصی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی است را وارد بازار کرد. دوجو با قدرت پردازش فوق‌العاده خود به تسلا کمک می‌کند تا الگوریتم‌های هوش مصنوعی خود را با سرعت و دقت بیشتری آموزش دهد و به پیشرفت چشمگیری در زمینه رانندگی خودکار دست یابد. اما باید گفت با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که این کمپانی در زمینه هوش مصنوعی داشته است، این شرکت هنوز با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو است. یکی از مهمترین این چالش‌ها تضمین ایمنی رانندگی خودکار است. تصادفات متعددی که با سیستم‌های اتوپایلوت تسلا رخ داده است، نگرانی‌هایی را در مورد ایمنی این فناوری ایجاد کرده است. چالش دیگر نیز مربوط به قوانین و مقررات مربوط به رانندگی خودکار است. در حال حاضر، قوانین مشخصی در بسیاری از کشورها برای استفاده از این فناوری وجود ندارد و این موضوع چالش‌هایی را برای تسلا و سایر شرکت‌های فعال در این زمینه ایجاد کرده است. ولی با وجود تمام چالش‌های موجود، تسلا همچنان به سرمایه‌گذاری و نوآوری در زمینه هوش مصنوعی و رانندگی خودکار ادامه می‌دهد. ایلان ماسک بارها اعلام کرده که هدف او ساخت خودروهایی است که به طور کامل خودران باشند و در دسترس همه مردم قرار بگیرند. اگرچه دستیابی به این هدف ممکن است زمان بر باشد، اما پیشرفت‌های تسلا در زمینه هوش مصنوعی نشان می‌دهد که رانندگی خودکار دیر یا زود به یک واقعیت تبدیل خواهد شد. حالا زمان آن است که در مورد اولین ربات انسان نما صحبت کنیم که در همان سالها، یعنی سال 2016 ساخته شد. نامش سوفیا بود. او می توانست حالات و چهره، مهارت‌های گفتاری و نظرات انسان‌ها را در مورد موضوعات از پیش تعریف شده تقلید کند. او در همان سال به دنیا معرفی شد و عربستان سعودی او را به شهروندی پذیرفت. چند سال بعد و در سال 2019 هوش مصنوعی آلفا استار گوگل در بازی ویدئویی استارکرافت 2 موفق شد از بازیکنان حرفه‌ای این بازی هم بهتر عمل کند و برنده شود. پیشرفت هوش مصنوعی در سال 2020 محسوس شد، زمانی که کمپانی اوپن ای آی آزمایش GPT-3 را آغاز کرد. مدلی که توانست برای ایجاد کد، ترجمه متون، تولید محتوا و پاسخ به سوالات و سایر کارهای کاربران کمک زیادی کند. پس از آن و در سال 2021 کمپانی اوپن ای آی هوش مصنوعی دال‌ای را توسعه داد که می توانست تصاویر را پردازش و درک کرده و المان‌های نوشتاری دقیقی تولید کند. این اقدام باعث شد تا هوش مصنوعی یک قدم به درک دنیای بصری نزدیک‌تر شود و در نهایت هوش مصنوعی در سال‌های 2022 و 2023 با فناوری‌هایی مانند چت GPT و جمنای به اوج خود رسید. این روزها و در سال 2024 نیز میتوان به جرأت گفت که فیلم هر به نسخه واقعی خود تبدیل شده است. نسخه جدیدی به نام GPT-4o تنها به مکالمات عادی ختم نمی شود و با توجه به دستوراتی که هر شخصی به او میدهد، میتوان انتظار هر مکالمه ای را از او داشت. و مطمئناً در آینده هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر و قدرتمندتر عمل خواهد کرد. همان جایی که شاید به مانند سریال وست ورلد به سختی بتوان انسان را از ربات تشخیص داد. می‌دانم کمی ترسناک به نظر می‌آید، اما باید گفت که انتظار می‌رود هوش مصنوعی در تمام زمینه‌ها مثل پزشکی، آموزش، حمل و نقل و هر آنچه فکرش را بکنید انقلاب عظیمی ایجاد کند.
و حتی منجر به بیکاری و نابودی میلیون ها شغل شود. ولی با وجود تمام این چالش ها، هوش مصنوعی پتانسیل حل بسیاری از مشکلات جهان را خواهد داشت. هوش مصنوعی می تواند به ما در مبارزه با بیماری ها، بهبود آموزش و پرورش و ایجاد دنیایی عادلانه تر و پایدارتر کمک کند. اگر از محتوای این قسمت از مجموعه مستند ایکوال رضایت داشتید، این چنل رو سابسکرایب کنید و با لایک و کامنت خودتون از ما در مسیر تولید این مجموعه مستند حمایت کنید.